خدمتتون بخیر. به تازگی ویدئویی در فضای مجازی وایرال شده مبنی بر یک بیماری خطرناک مشترک بین ما و گربه‌ها که میتونه در انسان منجر به کوری بشه. اطلاعات این ویدئو به اندازه‌ای ناقصه که به نظر نمیاد جنبه خیرخانه داشته باشه و صرفاً تبلیغاتیه و مردم نگران از بنده خواستن به عنوان یک دامپزشک این بیماری رو براشون توضیح بدم و شفاف‌سازی هرچه بیشتر بکنم. چشم. داریم در مورد بیماری صحبت میکنیم به اسم توکسوپلاسموزیس توسط یک تکیاخته به اسم توکسوپلاسما گوندی، نه گاندی، ایجاد میشه. این انگل تکیاخته میزبان نهاییش گربه است، اما میتونه تمام پستانداران رو هم درگیر کنه، یعنی گاو، گوسفند، بز، همه ی پستاندارانی که میتونیم ما از اونها تغذیه بکنیم هم ممکنه به این انگل مبتلا بشن و ما این انگل رو از اونها هم بگیریم. ما احتمال اینکه این انگل رو از سبزیجات آلوده، خاک آلوده بگیریم بسیار بسیار بیشتر از اینه که از مدفوع گربه به این انگل مبتلا بشیم. طبق تحقیقاتی که دانشگاه کرنل آمریکا انجام داده، احتمال ابتلا به انگل توکسوپلاسما توسط گربه در کف لیست قرار میگیره و اون رو unlikely یا بسیار بعید میدونن. اما در مورد این انگل که کجا میره و چی کار میکنه، این انگل در دستگاه گوارش گربه زندگی میکنه. خودش اگر گربه مبتلا به این انگل باشه و در یک دوره استرسی و ضعف سیستم ایمنی قرار بگیره، میتونه کیست های این انگل رو از طریق مدفوع خودش دفع بکنه و سایر پستانداران از طریق خوردن این کیست ها به این انگل مبتلا بشن. و اون وقت حالا اگر گربتون مبتلا به این انگل بود چی؟ باید چی کار بکنید؟ احتمال مبتلا بودن گربه های خانگی به این انگل بسیار بسیار بعیده و این انگل مختص گربه هاییه که در فضای آزاد زندگی میکنن. میتونن از خاک آلوده بگیرن، میتونن از گوشت آلوده بگیرن، میتونن از طریق شکار کردن پرنده ها و یا در واقع موش هایی که خودشون به این انگل مبتلا هستن این انگل رو دریافت بکنن. واقعا بدونید گربه ها خودشون به این انگل مبتلا میشن که اون وقت میتونن این انگل رو از خودشون دفع بکنن. گربه ها به طور ذاتی دارای این انگل نیستن. از اون پزشک محترمی که این موضوع رو در فضای مجازی عنوان کرده باید خواهش بکنم بدون که همین جوری این بچه ها دچار حیوان آزاری زیادی هن، همین جوریش همه منتظرن که بی خانمانشون بکنن. پس با دادن اطلاعات درست اما ناقص در فضای مجازی واقعا میتونیم ضربه مهلکی به اینا بزنیم. بذاریم براتون یک مثال بزنم. ما مثلا یک مثال ترسناک ولی غیر واقعی، بیماری داریم به اسم تب مالت، میشناسینش احتمالاً، به اسم بروسلوز. میخوام این بیماری رو به همون شکل برای شما ترسناک عنوان کنم. بیماری بروسلوز. آیا میدونستید بین ما گوسفند، بز و گاو بیماری مشترکی وجود داره به اسم بروسلوز؟ میدونستید بروسلوز ممکنه برای ما کشنده باشه، حتما سخت جنین ایجاد میکنه؟ بله، به مطب من بیاین که متخصص درمان بروسلوز هستم و جلوگیری بکنم از مبتلا شدن شما به تب مالت. آره درست دارم میگم، اما عنوان نمی کنم که در صنعت شیر مدرن به دلیل افزایش در واقع قدرت تکنولوژی این ابتلای انسان ها از طریق شیر و لبنیات آلوده به این بیماری بسیار بسیار بعیده و این بیماری در حال حاضر مختص روستاها، جاهایی که به طور غیر بهداشتی دارن شیر تولید میکنن، مختص اون مناطقه. ببینید من با یک اطلاعات درست ولی ناقص دارم شما رو میترسونم کاملا بی دلیل. واسم این مثالی بشه برون. در ضمن همونجا هم ما دامپزشکا داریم صنعت شیر رو بهداشتش رو تأمین میکنیم، همونجا ما داریم صنعت گوشت رو بهداشتش رو تأمین میکنیم. ما دامپزشکا چطور اونجا به ما دامپزشکا اطمینان میکنید که ما غذای آلوده در اختیار شما قرار نمیدیم، در غذای سالم پای سفره شما میاریم؟ اینجا هم به دامپزشکای کلینیسیان دام کوچیک اعتماد بکنید. وقتی شما تشریف میارید بچه‌تون رو، گربه‌تون رو برای معاینه تشریف میارید، در مطب هر پزشکی معاینش میکنین. بیماری توکسوپلاسما علامتای ویژه‌ای داره مشخصه، اگر اونها نباشن از طریق آزمایش کاملا واضح و مشخصی ما میتونیم ابتلای گربه شما به این بیماری رو متوجه بشیم. حالا درمانش چیه؟ آیا درمانهایی بسیار سختی داره؟ خیر، دو ورق کپسول دقیقا برای یک دوره 21 روزه کافیه که این بیماری به طور کاملا دی اکتیو باشه، دیگه نتونه شما رو درگیر